عزیزانتان را تنها نگذارید. آرامش خاطر و تامین مالی با انواع بیمه عمر از محمد رحیمیان. سلام. با برنامه دیگر در خدمتون هستیم از تصویر ایران. امیدوارم که هر جا بیننده برنامه ما هستید شاد و تندرست باشید. خب در برنامه قبل راجع بیمه عمر صحبت داشتیم. بیمه عمر که یک مدلش هم سرمایه گذاری هست. یکی از ریسکایی که بشر باهاش سر کار داره هم دوران بازنشستگیه، نه؟ پس ما نگران دوران بازنشستگی هستیم. دورانی که قطعا نیازمند مواجب هستیم، حقوق هستیم، پول هستیم برای اینکه بتونیم امرار معاش بکنیم. در کانادا که حالا یه بخش از صحبتام مربوط به کانادا میشه برای اینکه قوانین در واقع مالیاتی و پلن‌هایی که وجود دارن نظر سرمایه گذاری مربوط به کانادا میشه، نوعی پروداکت هست که در این خصوص هم میتونه کار بکنه. اولا اصلا سرمایه گذاری ها چه چیزایی هست؟ ریسک ما چیا هست؟ چرا ما به فکر باشیم؟ چه مقدار بایستی اختیار بکنیم؟ نکاتی هستش که ما میخواییم یه اشاره کوتاهی راجبش داشته باشیم. RRSP و TFSA حداقل واژه هایی هستش که شما شنیدید. این از این واژگان چه چیزایی رو به یاد میاریم؟ سرمایه گذاری. چه سرمایه گذاری هایی پس میتونیم داشته باشیم؟ سرمایه گذاری هایی که میتونیم معافیت مالیاتی در حال حاضر برای خودمون داشته باشیم تا حدی که امکانش هست با توجه به شرایط مالیاتی که داریم که هر شخص بنا به درآمدش مشخصه، درآمدی که میسازه. این مقدار معمولا 18% برای این که بتونیم RRSP داشته باشیم و درآمد اون سالمون هست با توجه به تکس براکت و دیگر فاکتورهایی که میتونه در این خصوص بهش اشاره بشه. ولی نکته دیگه ای که وجود داره این که قراره این دیفرد بشه، منتقل بشه به آینده، یعنی زمانی که در زمان بازنشستگی قراره ازش استفاده بکنیم اون موقع قراره مالیات بدیم و یا احتمالاً اگر در واقع به نوعی هوشمندانه عمل بکنیم مالیات هم در اون دوران ندیم. ضمن اینکه در طول این مدت جدا از اون امکانات در واقع کسورات مالیاتی که برامون به وجود اومده در پرداخت مالیات در اون سال، موجب میشه که یک سود انباشته ای هم برای آینده برامون به وجود بیاره. خب این سود با توجه به نوع سرمایه گذاری میسر هست. با توجه به سرمایه گذاری مختلفی هم که وجود داره، نظیر تکس فری سیوینگ اکاونت و خدمت شما ارسال RRSP و RSP، ولی واقعیتش اینه که این پروداکت ها قراره به چه وسیله‌ای سرمایه گذاری صورت بگیره. به عبارتی میوچوال فاند، استاک یا سگرگیتد فاند. سگرگیتد فاند چی هست؟ قرار سرمایه گذاری در داخل بیمه انجام بشه. لطفا به میان برنامه توجه کنید، بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد. پیش آمد خبر نمی کنم. تضمین آرامش خاطر شما با بیمه های مسافرتی این شوفین از محمد رحیمیان. خب از ابتدای سال 2009 TFSA به میون اومد اسمش، اما قبل از اون همون RRSP رو به یه جایی برسونیم. RRSP یا در واقع سرمایه گذاری بازنشستگی متأسف ثبت شده. قرار بودش که مقدار پولی رو که قرار بود مالیات بدیم بخشش رو با گرفتن RRSP حسابی رو باز کنیم و این پول سودی روش بیاد و در دوران بازنشستگی بتونیم برداشت کنیم. چرا قراره در اون زمان مالیات ندیم؟ برای اینکه هر شخصی بنا به شرایطی که داره، برداشتی که میکنه، اگر ملاحظه داشته باشید ما همین امروز هم یک تکس براکتی داریم، یک مبلغی رو مشمول عدم پرداخت مالیات هستیم تا یه سقفی. مسلما با توجه به نرخ تورمی هم که در آینده هست این مقدار مسلما
سقف مالیاتی افزایش پیدا میکنه و مسلما اگر تا اون سقف اگر اختیار کنیم مالیات پرداخت نمیکنیم. سود انباشته ای هم به وجود اومده. پروداکت های مختلفی هم وجود داره. تو برنامه قسمت اول برنامه راجع به سگریگیتد فاند صحبت شد، یعنی اینکه بتونیم سرمایه گذاری رو داشته باشیم به وسیله در واقع سگریگیتد فاند یا سرمایه گذاری در داخل بیمه که بتونه موجب یک گارانتی هم بشه، ضمانت بشه. ضمانت اجرایی یعنی چی؟ یعنی که اگر این سرمایه گذاری سقوط کرد که در سرمایه گذاری هایی که در نورس امریکا هست این قضیه به خوبی دیده میشه، حداقل خیلی ها شاهدش بودن، این امکان پوشش رو به خوبی داشته باشیم. در واقع سرمایه‌ای که با سختی به دست اومده از بین نره. حتما شنیدید بعضیا خاطر خوشی نسبت به سرمایه گذاری در RRSP ندارن، ولی نکته مهم اینه که به چه صورت سرمایه گذاری شده. آیا اون فرد با توجه به ریسک پذیریش از فاندی استفاده کرده، از سیستمی استفاده کرده ریسک پذیری بالا داشته، ریسک پذیری پایین داشته؟ آیا در استاک سرمایه گذاری کرده؟ آیا در میوچوال فاند سرمایه گذاری کرده؟ مسلما در سگریگیتد فاند این مطلب به این شکل نخواهد بود. پس میتونه ضمانتی باشه برای فرد که نگران نباشه برای آیندهش. چقدر خوبه ما این پروداکت ها رو بشناسیم. پس ما میتونیم توسط این پروداکت ها نظیر RRSP دیگه حالتیه که فرد الزاماً برای معافیت مالیاتی در فعل استفاده نمیکنه، ولی سرمایه گذاری رو میکنه برای آیندهش، برای بازنشستگیش. و اما TFSA Tax Free Saving Account از اول سال 2009 این توسط دولت کانادا معرفی میشه و افراد بدون میتونستن $5,000 در طول سال، هر کسی که بالای 18 سال هست و شماره اجتماعی داره، در واقع فردی هستش که لندد شده به صورت پرمننت دائم، میتونه این حساب رو باز میکرد و همچنان میتونه بکنه. منتها مطلبی که به وجود اومده جدیدن این مقدار افزایش پیدا کرده به $10,000. در سالهای قبل از $5,000 به $5,500 افزایش پیدا کرده بود و در حال حاضر به $10,000. یعنی یک فردی که از سال 2009 وارد این کشور شده همچنان و مسلمان اگر بعد به ورودش برمیگرده به گذشته، میتونه تمام اون سنوات گذشته رو به اضافه این افزایشی که در حال حاضر وجود داره رو سرمایه گذاری کنه در حساب تکس فری سیوینگ اکانت. مزایاش این میتونه باشه که هر زمانی هم اگر نیاز بود میتونه برداشت کنه و مجددا میتونه این حساب رو طبق شرایطی دوباره پر کنه. حسنش اینه که میتونه برای بازنشستگیش هم استفاده بکنه. پس با توجه به اینکه ما در RRSP این امکان رو نداریم که در طول زمانمون قبل از بازنشستگی برداشت بکنیم، فقط در زمان بازنشستگی حق برداشت داریم، ولی در TFSA این کار رو میتونیم بکنیم. دیدید که افراد میتونن برای تحصیلشون استفاده کنن، میتونن برای یک موردی که اضطراری به وجود میاد استفاده کنن. شرایط اضطراری منظورمه. پس در واقع چقدر خوبه ما این پروداکت ها رو که میشناسیم به درستی انتخاب کنیم و از مکان درستی انتخاب کنیم. بانک ها مرکز جابجایی پول هستن، خیلی هم خوبه، ولی میتونید از سگریگیتد فاند یا سرمایه گذاری در داخل بیمه به بهینه ترین حالتش استفاده بکنیم، یعنی این کار رو در شرکت های بیمه انجام بدیم. چرا؟ برای اینکه میتونه موجب گارانتی و ضمانت اجرایی بیشتری بشه با توجه به ریسک پذیری که خودمون انتخاب میکنیم. در واقع همون سرمایه گذاری به نوعی ضمانت اجرایی براش به وجود اومده. گاهی افراد همین ضمانت اجرایی رو در بانک ها دنبالش میگردن با GIC، ولی حتما شنیدید GIC در واقع اگر گارانتی هم هست مقدار سودی که وجود داره خیلی خیلی کمه و بهره کمی رو فرد میتونه با توجه به نرخ تورمی که در هر حال در هر سال ما داریم انتظار داشته باشه. ولی در سگریگیتد فاند افراد میتونن حتی تا 30% بهره رو داشته باشن. البته من توصیه نمی کنم ما بریم سراغ بهره‌های بالا، چون به همون اندازه ریسک پذیریش بالا هست. افراد میتونن از بهره‌های پایین که ضمانت اجرایی بیشتری داره استفاده بکنن، ولی گارانتی خواهد بود. حداقل با توجه به ریسک پذیری خودمون کاری رو بکنیم که انتظارش رو داریم در زمان نیازمون استفاده کنیم. پس یکی از اون ریسک هایی رو که شاهدش هستیم ریسک دوران بازنشستگی و ریسک زمان احتیاج به پول هست.
پول نکته مهمیه که ما خودمون باید به فکرش باشیم برای تأمینمون. در ایران ما بیمه یا سرمایه گذاری های در واقع داریم، ولی چقدر خوب پروداکت هایی که در اینجا هست به خوبی بشناسیم. افرادی که در هر دو کشور زندگی میکنن به یاد داشته باشن مقایسه درست باید داشته باشیم. گاهی دیده میشه افراد در سرمایه گذاری ها به ایران توجه میکنن که سود و سرمایه گذاری بیشتری میتونن داشته باشن. البته من در مقامی نیستم که بگم چه کاری بکنن چه کاری نکنن، ولی یادمون باشه که وقتی در کانادا زندگی میکنیم بایستی حدود محدودهی که ریسک برای خودمون به وجود میاریم به پروتکشن و پوشش قابل توجهی که در اینجا بهش نیاز داریم توجه بکنیم. من از حضور شما میخوام اگه سوالاتی داری با ما در تماس باشید. 905-372-11 در تورانتو، در آمریکای شمالی 1-866-447-51 و کسایی که در تهران هستن یا در ایران هستن با شماره زیرنویس برنامه‌مون 828-3660 میتونن تماس بگیرن و با ایمیل سوالات خودتون رو در میون بذارید. سایت ما inshofin.com، شرکت بیمه و وبلاگ ما cover for you اطلاعاتی هست که میتونه جوابگوی سوالات شما باشه، ضمن این که ما خوشحال میشیم به تک تک سوالات شما جواب بدیم. تا برنامه دیگر. عزیزانتان را تنها نگذارید. آرامش خاطر و تأمین مالی با انواع بیمه عمر از محمد رحیمی.